به نام خداوند توانا و مهربان، با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و همیهنان گرامی. 5 دقیقه دو تیم استراحت کردند و حالا در حالی که از بالای ورزشگاه و از بالای دایره میانی زمین بازی رو نگاه میکنید، روشن ارماتوف در سوت خودش میدمه و تیم ایران وقت اضافی اول رو شروع میکنه. ایران 0 کره جنوبی 0. 15 دقیقه در این نیمه و 15 دقیقه هم تقریبا بدون استراحت، با فقط زمانی برای تغییر مکان و تغییر زمین، دو تیم نیم ساعت دیگه بازی خواهند کرد تا مشخص بشه که برنده کدام یک از این دو تیم خواهد بود. نبرد سنتی ایران و کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. حاج صفی، جلال حسینی توپ دور میکنه، خالد بری که این موقعیت گل خیلی خوب داشت، در عرض زمین برای خسرو حیدری، رضایی کاملا با لیان پیو حرکت میکنه، تیموریان فضا رو نمیدن و خطا هم انجام شد، خطایی از یار شماره 6 لیونگ رای، تقریبا همون جایی که آندرانیک دنیمی اول هم افتاد و یه اخطار گرفت، همون اتفاق اینجا دوباره تکرار میشه، ولی این بار دیگه اخطاری در کار نیست. حسینی، جواد نکونام، هادی عقیلی حرکت بکنه، فضا کاملا بسته است برای تیم ما. خلط بری با قد قامت کوتاه خودش، اما در مقابل بازیکن بلند قامت کره، قدرت بدنی خودش رو به رخ میکشه. همین بازیکن با لی جونگ سو درگیر شد. تیموریان، نوری، کیسونگیان، چادوری، کیسانگی آنگ، تیموریان توپو کنترل کرده، پرامزا رضایی، پشمان نوری، خلطبری رو میتونه صاحب توپ بکنه، دوباره برمیگرده اونو عقب با آدرانی تیموریان، جواد نکونام پشت سرش بازیکن هست، جواد حواسش هم بود اما مسعود حواسش نیست و توپ از زیر پای مسعود شجایی رد میشه. توپای خیلی ساده‌ای که بچه ها نمیتونن کنترل بکنن. افشین قطبی هم آبی می نوشه در کنار زمین. صحبت هایی رو در بین استراحت بچه ها شاید شنیده باشید، داشت صحبت می کرد، می گفت خسرو حیدری باید نفوذ بکنه، صدای او روی گوشی ما بود که با بازیکنان صحبت می کرد. لیان پیو هم در کار دفاعی موفق بوده و نذاشته رضایی کاری بکنه، هم در نفوذ هم یکی از بازیکنان خوب تیم کره بوده در این بازی. حیدری، لیونگ رای، لیونگ پیو، پارک جیسون درگیر با خسرو حیدری، پارک جیسون 1-2، پارک جیسون این بار خسرو حیدری، هادی عقیلی یه بار در سئول همین اتفاق افتاد و با از پارک گل خوردیم، اما این بار هادی عقیلی هوشیارتره، توپ رو رد میکنه. خود برای تیم کره همچنان